استفاده روزافزون از غذاهای آماده یا به اصطلاح فست فود در ایران مهتاب کوثری رو بر اون داشت تا یکی از سوژه‌های کارش همین باشه، یعنی پرداختن به این واقعیت تلخ که چطوری معده بیچاره ماها نه تنها در آمریکا یا اروپا، حتی در ایران با اون همه غذاهای خوشمزه خونگیش کم کم پر بشه با اگه اجازه بدین بگم آتشقال بعضی موقع‌ها بیفایده، چیزای بیفایده. انقلاب صنعتی زنها را از خونه و آشپزخونه به بازار کار کشوند. اجاق خیلی از خونه ها سرد شد، به جاش اجاق رستوران ها دیگه خاموش نمی شد. اولین رستوران فست فود به نام اتومات با شعار ما کار مادران رو کم کردیم در فیلادلفیا باز شد. این رستوران ها مثل قارچ رشد کردن و رقابت نفسگیری بینشون در گرفت. کم کم قیمت جای کیفیت رو گرفت. غذاهای خوشمزه و ارزون باعث شده خیلی ها چشمشون رو روی ضررهای این غذاها ببندن. بریم با هم امتحانش کنیم. رستوران فایو گایز از فست فودهای محبوب در آمریکاست که موقع ناهار جای سوزن انداختن هم توش نیست. همه میدونن مضر، اما نمیشه منکر خوشمزگیش شد. فست فود همون غذاها زری خودمونه، اما در آمریکا به دلیل وقت کم و زندگی ماشینی به وجود اومده. در واقع دو گروه در رستوران هستن. عده‌ای که از سر کار برای یک ناهار سریع اینجا اومدن و معمولاً زیاد به رستوران‌های فست فود میرن. بیشتر از آنچه که باید میخورم. فکر میکنی سالمه؟ اصلاً سالم نیست. ولی خب این تنها راهیه که دارم. من 4 ساعت در روز تو راهم و اگر دائما فست فود نخورم وقت کم میارم. گروه دیگه کسانی هستند که خیلی به رستوران های فست فود نمیرن. خیلی زیاد نمیام اینجا. ما در تعطیلات هستیم و غذای سری میخواستیم. به خاطر سلامتی و هزینه خیلی بیرون غذا نمیخورم. بیشتر به خاطر سلامتی. اخیراً در ایران وزارت بهداشت اعلام کرده سرطان روده 3 برابر شده و دلیل اصلی اون رو مصرف فست فود اعلام کرده. اما اجاق مامانای ایرانی به ندرت خاموش میشه و فست فودا توی ایران برای حل مشکل مامانای ایرانی به وجود نیومدن، بلکه یه سری مکانای تفریحی شدن که بچه‌ها دور هم جمع بشن و چند ساعت اوقات خوش با هم داشته باشن. و این اوقات خوش باعث شده که فراموش کنن که چه ضرری به سلامتیشون میزنن. تا مدت‌ها بعد از انقلاب گشت‌های ارشاد به جوان‌ها جرأت نفس کشیدن هم نمیداد، اما کم کم پاتوقا را افتاد. ساندویج ویدا، هایدا، فریکسی و خلاصه تو هر محله‌ای رستوران فست فودی برای دور هم جمع شدن هست. اما این کجا؟ و این یکی کجا؟ که از سر اجبار برای ارزونی و کمبود وقت به اونجا میرن. مهتاب کوثری، صدای آمریکا. خب به انتهای گلچین خیابان زندگی رسیدیم. از تک تک شما عزیزانی که این برنامه رو دوست دارید سپاسگزار هستم و از شمایی که تازه به ما پیوستید دعوت میکنم تا هر هفته روزهای پنجشنبه ساعت 10 شب به وقت ایران بیننده این برنامه باشید. البته تکرار هم این برنامه داره. کسانی که به فیسبوک دسترسی دارن بدونن که پس از پخش این برنامه به فاصله کوتاه قسمت‌های مختلف اون هم از گزارش‌ها و گفتگوهای مرتبط با اون بر روی صفحه مخصوص برنامه خیابان زندگی در فیسبوک قابل دسترسی است. این کار رو برای اون دسته از علاقه‌مندان به این برنامه انجام میدیم که امکان داره برنامه رو نبینن یا ندیده باشن، حالا به هر دلیلی، یا قسمت یا قسمت‌هایی از برنامه خیابان زندگی براشون جالب بوده باشه. با ایمیل برنامه خیابان زندگی هم با ما میتونید در ارتباط باشید. پیشنهادات، انتقادات و نظرات شما عزیزان به من و بچه‌های خیابان زندگی کمک میکنه تا برنامه‌ای رو که دلخواه شما عزیزان هست تقدیم حضورتون بکنیم هر هفته. اگر ویدیو یا تصاویر خاص و جالبی دارید که البته موضوعات فرهنگی و اقتصادی رو بیشتر منعکس میکنه، اون رو با یک ایمیل میتونید به ما برسونید یا در پیامگیر صفحه فیسبوک برنامه خیابان زندگی قرار بدید. در این دوره جدید از شما میخوام تا بیشتر با این برنامه در تماس باشید. با تشکر از شما که با برنامه امشب همراه بودید، سلامت باشید و شاد و خنده یادتون نره.